به نام خداوند جان و خرد، سلام، شبتون بخیر. بحث افزایش قیمت بنزین با گذشت 3 روز هنوز موضوع داغ این روز هاست. به نظر میرسه که دلایل اجرای این سیاست به همراه برخی از سوالاتی که احتمالاً در ذهن شما هست نیاز به توضیح بیشتری داره. برای همین امشب دعوت کردم از جناب آقای دکتر دهقان، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، و آقای دکتر سرزعیم، استاد اقتصاد، که در رابطه با این سوال ها و جایگاه اصلاح قیمت بنزین در کلان اصلاح ساختار اقتصاد با شما صحبت بکنند. خیلی خوش آمدید، خیلی محبت کردید، تشریف آوردین. آقای دکتر سرزعیم، با شما شروع بکنم. ببینید، ما الان در کشورمون قیمت تمام شده بنزین می شود گفتش که پایین تر از 1000 تومانه، اما خب سالها قیمت 1000 تومان رو مردم مصرف کردن. قیمت منطقه‌ای کشورهای منطقه متفاوته، اما به طور متوسط 8000 تومانه. قیمت فوب خلیج، من یه حساب سرانگشتی کردم، حدود 5000 تومانه. خب حالا این وسط کدوم یکی از این قیمت‌ها میتونه ملاک تعیین قیمت بنزین برای داخل باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز. همونجور که فرمودید، یک شکافی بین قیمت بنزین در داخل و خارج از کشور بوده و متاسفانه این شکاف به طور فزاینده زیاد شده. این شکاف متاسفانه انگیزه قاچاق رو فراهم کرده و یکی از جاهایی که در اقتصاد ما متاسفانه رانت ایجاد میکنه و اقتصاد ما رو داره فاسد میکنه از همین منبع هست. منابعی که به همه مردم تعلق داره و حتی از نفتی که متعلق به همه نسل ها هستش، این بنزین ایجاد شده، ولی یه عده ناحق دارن استفاده میکنند و اون رو قاچاق میکنند. خب یه ایده این هستش که ما چرا این فرصت رو ایجاد بکنیم؟ چه کاری هستش که ما چرا این منابع در اختیار یه اقلیتی بذاریم که ذی‌حق نیستن؟ خب ما این رو بیاریم به قیمت بالاتر، پولش رو به خود مردم برگردونیم. اینجوری امکان قاچاق کمتر میشه، فایده ای که در جیب یه عده‌ای به صورت ناحق ریخته میشد در جیب خود مردم ریخته بشه، اونها استفاده بکنن. مضاف بر این که اگر ما این مسیر رو دنبال بکنیم، عدالت در درون جامعه هم بهتر میشه. خب ما میدونیم که میزان برخورداری دهک‌های مختلف از این بنزین کاملا متفاوته. یعنی توی آخرین آماری که من نگاه میکردم روی بودجه خانوار، نسبت مصرف دهک بالا به دهک پایین ما بیش از 20 برابره. خب همونقدر که اون فقیره حق داره نسبت به نفت کشور و بنزینی که داره با پول بیت المال از اون نفت ایجاد میشه، دهک بالا هم داره، ولی خب مصرف دهک بالا 20 برابر اون هستش. خب این درست نیست. اگر ما سازوکاری داشته باشیم که اون رو بتونیم نقدی به خانوارها بدیم، خب بخشی از این بی‌عدالتی حذف میشه، خصوصا در شرایط فعلی. بله، خصوصا در شرایط فعلی که تورم و رشد منفی که داشتیم به دلیل تحریم و مسائلی که پیش اومد، فشار رو دهک‌های پایین خیلی شدید هست. و خب این پولی که وعده داده شده برای کسایی که مثلا حقوقای نزدیک 1,000,000 تومان داشتن، خب خیلی مهم هستش. اونایی که کف حقوق هم میگیرن باز براشون مهم هستش. ببینید، در واقع الان خب این سمت معادله درآمدها هم هست. یعنی من عرض کردم که مثلا ممکنه که ما از فوب خلیج فارس هم قیمت رو بالاتر بخوایم در نظر بگیریم و در اون صورت درآمدها جوابگو نباشه. من میخوام ببینم که قیمت بهینه خلاصه باید ناظر بر کدوم یکی از این قیمتهایی باشه که الان عرض کردم. نکو این سیاست گذاریه، جواب یگانه‌ای نداره. بستگی داره که ما به شرایط اقتصادیمون چه میانگینی از قیمت‌های منطقه‌ای بگیریم. 1000 تومان هم حتماً نیست. حتماً نیست. فاصله انقدر زیاده، ما باید از کف 5 تومان فکر کنیم. حالا توی بعضی از کشورها رو من شنیدم تا 12-13 تومان هم رفته. خب ما نمیتونیم اونجا رو ملاک بذاریم. نمیتونیم بگیم 1000 تومان. ببینیم آقای دکتر دهقان، ارزیابی دارن از قیمت بنزین در کشورهای همسایه‌مون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و بینندگان برنامه عرض سلام دارم. ببینین، این سوال شما رو از این دریچه بهش نگاه کنیم. ما تقریبا بخوایم مثلا با اعداد روند صحبت کنیم، روزانه 100 میلیون لیتر بنزین تولید میکنیم.
فرض بفرمایید بر اثر هر سیاستی بتونیم 10 میلیون لیتر از این مصرف رو کم کنیم، خب میتونیم ببریم تو خلیج فارس با اون قیمت 5000 تومان بفروشیم. بله. 10 میلیون لیتر، لیتری 5000 تومان، حالا اون 1000 تومانش هم که در داخل میفروختیم ازش کم کنیم 4000 تومان، یعنی روزی 40 میلیارد تومان. 100 روزش میشه 4000 میلیارد تومان. یه سالش میشه 13-14000 میلیارد تومان. یا برعکسش رو نگاه کنیم. اگر که با همین روند به مصرفمون ادامه بدیم و تولید داخل جوابگو نباشه، بخوایم 10 میلیون لیتر بنزین از خارج وارد کنیم، خب مجبوریم با همون قیمت 5000 تومان بخریم و همین محاسبات برای یک سالشون وقت صدق میکنه. از اون طرف کاملا به این موضوع ما واقف هستیم که شرایط درآمدی جامعهمون و مردم بله. در سطحی نیست که بتونه قیمت 5000 تومان رو تحمل بکنه. این بنزین متعلق به همه مردمه و سیاستی که الان دنبال میشه به هیچ وجه این نیست که ما میخوایم بنزین رو مثلا 5000 تومان یا 4000 تومان یا 3000 تومان یا هر دیگه‌ای به مردم بفروشیم چون قیمت‌های خلیج فارس اونجوریه. نه، سیاست اینه که این فاصله‌ای که وجود داره، این فرصتی که برای یه کسب درآمد توی کشور وجود داره و این ارزشی که در واقع داره توزیع میشه به شکل عادلانه‌تری توزیع بشه. هدف صرفاً همینه. اصلا ما از این صحبت که آیا باید قیمت 1000 باشه یا 5000 کاملا بحث ما نیست. ما میگیم این اختلافی که الان وجود داره، این ارزشی که نصیب مصرف کننده بنزین میشه، یعنی مصرف کننده بنزین در داخل 1000 تومان اگر تا الان پرداخت میکرده ولی در خارج از کشور باید 5000 تومان یا در بعضی از کشورهای همسایه 6 تومان 8 تومان تا 13000 تومان توی ترکیه داریم، این بالاخره ارزش اقتصادی براش ایجاد میکنه. اینو بین آحاد مردم به شکل عادلانه تری تقسیم کنه. اگر وقت داشته باشم من توضیح بدم چرا من فقط قیمت برخی از قیمت بنزین برخی از کشورهای بله. همسایه رو برای ما بله. بفرمایید. البته این رو ما باید با درآمد سرانه بله. بسنجیم، ولی حالا توی کشورهای همسایه ما مصاحبه میکنم موارد مختلف داریم. مثلا در عربستان 6200 تومان، در امارات 6400، در افغانستان مصاحبه میکنم اینم آلودگی هواست و حالا راجبش میخواییم صحبت بکنیم، هممون سرفه رو داریم خلاصه. بله، در افغانستان این رقم 7000 تومانه حدودا. در افغانستان خب مثلا از درآمد سرانه قطعا افغانستان از ما پایین تره. در پاکستان 8000 تومان، در ترکیه 13200 تومان، در بعضی از کشورهای پیشرفته مال آمارش منجا دارم بله. مثلا هلند، سوئد، اینا روی 20000 تومان 18000 تومان هست. در بعضی از کشورهای همسایه ما مثل ترکمنستان و آذربایجان یه رقم مثلا در حد 5000 تومان و 4800 تومان هم داریم. حالا اینا همشون بستگی به شرایط کشورهای مختلف میتونه متفاوت باشه. مثلا تو تکمیل صحبت ایشون بگم، سال 68 مصرف ما روزانه حدود 20 میلیون لیتر بوده، ظرف 30 سال ما رسیدیم به 100 میلیون لیتر، 5 برابر شده. ما سالها، حالا عدد دقیق رو متاسفانه در اختیار ما نذاشتن، که چند میلیارد دلار ما هر سال بنزین وارد کردیم. فقط قبلا وارد میکردیم، بعد نفت استخراج خلیج فارس رو ما راه اندازی کردیم، 4 میلیارد یورو سرمایه گذاری کردیم، 12 سال طول کشید تا اون ساختیم، 40 میلیون لیتر اون تولید میکنه که حالا خودکفا شدیم تقریبا. سوالی که به ذهن آدمی میاد، آیا مصلحت کشور بوده ما سالی 4 میلیارد دلار، مثلا 5 میلیارد دلار، 3 میلیارد دلار، یا شاید اعداد بیشتری که حالا اطلاع رسانی نشده، صرف واردات بنزین کردیم؟ آیا این برای جامعه ما رشد ارزش افزوده و رشد اقتصادی ایجاد کرده، یا متاسفانه آلودگی هوا برای ما ایجاد کرده، سبک حالا غلط زندگی رو به نحوی توی جامعه شهری ما جا انداخته؟ ما بهتر نبود یه خورده سختی بیشتر میکشیدیم، این چند میلیارد دلار رو صرف بهبود مدارسمون میکردیم؟ امسال من شنیدم آموزش پرورش اعلام کرد ما میخواییم جشن پایان مدارس کاهگلی رو بگیریم، جزی استان که اون بونده هنوز. خب ما اگر سیاست بنزینمون، قیمتگذاری انرژیمون از قدیم بهتر بود، خب میتونستم منابع حفظ بکنیم،
صرف کارهای بهتر برای جامعهمون انجام بدیم؟ من در واقع حالا جنبندی این سوال که ما نرخ‌های متفاوتی رو میتونیم در اطرافمون ببینیم اینجوری انجام بدم که بله، ما قیمت حالا فوب خلیج فارس 5000 تومان هست و بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها این باید 90% این حالا قیمت فوب خلیج فارس میشد بنزین. هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و قیمت بنزین کنترل شد در حد حالا اخیراً 1000 تومان بود. اما این میتونست این قیمت اگر اصلاح بشه و هر چقدر بیشتر به سمت این قیمت واقعی 5000 تومان بره، فرصت های بیشتری برای اقتصاد ما ایجاد میکنه در حوزه محیط زیست و آلودگی هوا، در حوزه آموزش و پرورش، بهداشت و حالا گویی که الان کلن همه عوایدش هم به خانوارها برمیگرده. آقای دکتر سرزنگ، یه در واقع نگاهی هست که فکر میکنن که اگر قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه، قیمت همه چی خلاصه افزایش قابل ملاحظه خواهد داشت. این از نظر اقتصادی منطق داره؟ نه متاسفانه. من 3 نکته دارم در این زمینه خدمت شما عرض بکنم. اولا بیشتر کشور دنیا تورم های پایین دارن، کشور پیشرفته رو نمیگم، کشور در حال توسعه اکثرا پایینه. ما متاسفانه جز 10 کشوری هستیم تو تورم های بالا هستیم، ولی تو همه کشورهای در حال توسعه قیمت بنزین خیلی بالاتر از ماست. اگر قیمت بنزین باعث تورم، پس همه جای دنیا باید تورمش رو از ما بیشتر میشد، ولی ما از اکثر کشورها تورم بیشتر. پس این یه شاهد نقض. بله. شاهد نقض دیگه این استش که ما 15 بار در سالهای بعد از انقلاب افزایش قیمت بنزین داشتیم. اگه خواستید من تاریخاش برای شما میخونم، ولی تنها تو 3 نوبتش هستش که تورم یه رشد قابل ملاحظه داشته. تو 12 نوبت شما این رشد قابل ملاحظه رو نمی‌بینید. مثال میزنم، فروردین 78 قیمت بنزین اگر شنونده‌ها و بینندگان به خاطر بیارن از 20 تومن به 35 تومن رسید، یعنی 75% رشد کرد. آیا تورم 75% رشد کرد؟ اینجوری که نبود. ما همه می‌دونیم تورم ما بالاترین 74 بوده 50%. پس چه اتفاقی تو اقتصاد ما افتاد؟ با اینکه بنزین 75% رشد کرد، تورم ما از 17% شد 19%، یعنی 2% فقط رفتوش بالا. برای این رابطه 1:1 بین اینها برقرار نیست. و حالا من تو تاریخ های مختلف هست میتونم خدمت شما عرض بکنم. فرمایشتون کاملا درسته. الان حالا در تکمیل این سوال، وزن بنزین در سبد مصرف خانوار ما چند درصده؟ حالا اینو شما بگید، بعد میخوام ببینم وزن ذهنیش چند درصده. بله، ببینین سهم بنزین از هزینه های خانوار به طور متوسط چیزی حدود 2.5%. حالا البته این در مورد دهک های مختلف و در داخل هر دهک هم در مورد آدم های مختلف میتونه متفاوت باشه. بله. ولی به طور متوسط 2.5%. یعنی تأثیرات تغییر قیمت بنزین فقط به اندازه 2.5% اقتصاد یک خانوار رو در واقع تحت تأثیر قرار میده. اون چیزی که در مورد وزن ذهنیش وجود داره، ببینین شاید همون توضیحی که آقای دکتر سرزنگ دادن توضیح خیلی خوبی بود که ما خب به طور طبیعی تورم بالایی داشتیم در سالهای گذشته. در مقاطعی این افزایش قیمت بنزین به خصوص سالهایی که در ابتدای سال اتفاق می افتاد همراه با تعدیل سالانه قیمتها بود. یعنی خب ببینید وقتی که مثلا شما 20% 25% تورم دارین، خیلی از اصناف به خصوص حالا مثلا کسایی که تو بحث حمل و نقل بودن اینها انتظار دارن که اول سال قیمتهای جدیدشون رو تعدیل کنن. ما نباید این تعدیل قیمتها را به افزایش قیمت بنزین ربط بدیم. پس در واقع اون ساختار ذهنی بله. جامعه از اینجا ناشی. یه مقدار دیگه باید یک موضوع مهمی یا مردم رو بهش توجه بدیم و این مطالبه مردم باشه. ببینید مثلا مرتبط ترین بخش اقتصادی با قیمت بنزین حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری هست که از سوخت بنزین استفاده میکنه. بله. اونایی که مثلا از سوخت گازوئیل استفاده میکنن اصلا مشمول نمیشن. بعد اگر مثلا قیمت بنزین 50% افزایش پیدا کرد، معنیش این نیست که
هزینه این خدمات 50% افزایش پیدا کرده. باید ببینیم که هزینه های بنزین چند درصد از قیمت تمام شده اون خدماته. این حساب شده؟ بله. مثلا در مورد بخش چیز حمل و نقل درون شهری یک برآوردی من دیدم، نمیدونم دقتش چقدر باشه، 19% برآورد کرده. اگر اینجوری باشه این 20% در 50% که ضرب میشه معنیش اینه که 10% هزینه خدمات در اون بخش رفته بالا. بعد ببینید این دوباره وقتی منتقل میشه به زنجیره‌های بعدی، مثلا یک تولید کننده مگه چقدر از سوخت بنزین استفاده میکنه؟ ممکنه سهم هزینه های بنزین در تولید یک کالا حتی از 0.1% هم کمتر باشه. یعنی به خصوص در شرایطی که تولید کننده میخواد مواد اولیه‌شو مثلا از بندر عباس با حالا کامیون که البته گازوئیل گازو نشده مصرف میکنه، ولی بله. میخوام بگم که اون درصدی که روی اون قیمت تمام شده مواد اولیه‌اش میفته شاید به 0.1% هم یک دهم درصد هم حتی که خیلی رقم بالایی در نظر شما بگیریم و بعد بگین که قیمت بنزین هم 50% افزایش پیدا کرده، این معنیش اینه که هزینه های تولید این آدم 0.5% افزایش پیدا کرده و این برای یک کسی که مثلا حاشیه سود 10% یا 5% داره اصلا رقم قابل توجه نیست، جزء نوسانات طبیعی تولیده. من یه نکته فقط اضافه بکنم، نکنه یکی از عواملی که نمیذاره تورم از همینی که هست که الان بالا متاسفانه تورم ما بالاتر بره این که قدرت خرید مردم ریزشو نمیده. یعنی همه دوست دارن که محصولشون گرونتر بفروشن، هر که چنین تمایل داره، ولی چه چیزی مهار میکنه این رو؟ مشتری قدرت خرید نداره و این میلی که همه دارن که محصولشون رو یا خدمتشون رو گرونتر بفروشن. دلیل علمش هم که شاید بعضی از بینندگان شنیده باشن، واقعا تورم از این افزایش قیمت ها ایجاد نمیشه، تورم از کسری بودجه شروع میشه. اگر ما اصرار بکنیم که حقوق کارمندا رو پیوسته با درصدهای بالا زیاد بکنیم، مسئولیت‌های دولت، تعهدات دولت در برابر بخش‌های مختلف جامعه رو پیوسته زیاد بکنیم، ولی درآمدها رو هی بگیم این قش خب یه مسئله داره معافیت مالیت، اون قش یه معافیت مالیت، از یکی هم نگیریم از اونم نگیریم، خب بودجه ناتراز میشه، بسیار کسری میاره. آخر کسری هم این هستش که یا از شبکه بانکی میگیریم نرخ بهره میره بالا، یا از بانک مرکزی میگیریم به اون واسطه نقدینگی میره بالا. این نقدینگی مثل یک سیلابیه که تو اقتصاد میاد، تمام سطح قیمت ها از جمله کالاهای مصرفی و دلار و مسکن اینا رو با هم میبره بالا. درست. چون از زیر سیلاب بریزی همه اینا میاد بالا. من حالا اینجوری این بحث رو جمع‌بندی کنم که هم شواهد علمی و هم شواهد تجربی در اقتصاد ما حاکی از این هستش که افزایش قیمت بنزین تأثیر کمتر از 2% روی نرخ تورم داره، اما به دلایلی ذهن ماها قفل شده به یک تورم بالاتر که این البته یک مشکلی است که ما باید شاید از طریق رسانه و کار فرهنگی حلش بکنیم. بخشش و... تجربی است، یعنی بله؟ استدلال، توصیه، تشریح خیلی خوبه، بخشش رو انشالله سال بعد مردم تجربه میکنند که اینجوری نیستش که اگر شما 100% بنزین گرون بکنی یا 200% گرون بکنی همه چی 200% میره بالا. آخه شما فرمودین که 17 بار افزایش قیمت بنزین، 15 بار 12 بارش اصلا تورم آنچنانی قابل ملاحظه نداشت. خب این میخوام بگم شواهد تجربی هم میشه. آره فراموش میشه. یعنی این واقعا و بعد تورم یک بحث اصلا کاملا پولی است و باید سر و تهش رو توی کسری بودجه و بانک مرکزی و نقدینگی دید، نه توی بحث بنزین. خلاصه این خودش کمک میکنه که تورم انتظاری و ذهنی مردم و جامعه آرام بشه. خب شما در مورد بحث مصرف بنزین با این نرخ‌های حالا کمتر از تعادلی و تأثیرش روی محیط زیست و آلودگی هوا نکته‌ای دارین بخواید اضافه کنید؟ خب نکنید، ما اصولا باید یه سری رفتارهایی که به نفع جامعه هست اون رو بهش یارانه بدیم. خب کارهای خوبی هستش، کاری که به زیان جامعه هست رو اون رو تنبیهش بکنیم. من اگر برای منفعت شخصیم خونم رو دور از محل کارم تعیین بکنم، من فکر میکنم یه خونه بهتر میتونم یه جای دورتر پیدا بکنم، حومه شهر بله. بزرگتر، خونه بهتر، ولی هر روز این مسیرم رو با ماشینم بیام برم، مسافت طولانی، من به مقصدم رسیدم، خونه بهتر، منفعت شخصی، اما یه آلودگی هوا و یه ترافیک رو به جامعه تحمیل کردم.
و این در واقع آسیب زده. ما باید این انگیزه رو کم بکنیم. متاسفانه ما چون توی سالهای مختلف این قیمت بنزین رو هی تثبیت میکنیم، به افراد انگیزه میدیم روی تصمیم گیری، روی جایابی محل شرکت، محل خونه، رفت و آمدها، حتی خرید خودرو. بله، حتی خرید خودرو این شاخص میزان مصرف رو خیلی جدی نگیریم، هزینه‌های حمل و نقل رو جدی نگیریم، این باعث میشه که یه الگو در هم ریخته شهری داریم ما. من دقت کردم روزها میبینید که یه عده کارگر از این ور شهر میان اون ور، یه عده از اون ور میان این ور. و این فرهنگی که هستش که ما توی کشور پیشرفته چیکار میکنن، افراد میگن که مجبوریم خونه کوچیکتر بگیریم ولی نزدیک محل کار، به این دلیل که هزینه حمل و نقل خیلی سنگینه. بله، ما برای این باید یه انگیزه درست بکنیم، رفتارها کم کم عوض بشه. یه نکته هم در مورد همین محیط زیست بگم، ما تو کشورهای دیگه میبینیم که مردم دوچرخه سواری میکنن، خیلی هم میگن این فقط یه پدیده فرهنگیه، ولی واقعا اینجوری نیست. این که مردم به دوچرخه سواری ترغیب شدن یه انگیزه اقتصادی هم داره. بوده، یعنی وقتی هزینه حمل و نقلشون بالا بوده میگن خب اونقدر چرا اون هزینه تنبال بکنیم، شروع کنیم از دوچرخه استفاده. وقتی شروع میکنیم دوچرخه استفاده کردن، این چیز بدی هم نیست، کم کم فرهنگ میشه. ما توی همین برنامه های چند شب قبل مسئول کنترل آلودگی هوا گفتن که برآورد فکر کنم بانک جهانی بود 2.6 میلیارد دلار در سال هزینه آلودگی تهران فقط. آقای دهقان عزیز، ببینید یکی از سوالات متداول این روزها، مردم حالا اینجوری میگن که آقا این چه کاریه، دولت بیاد بنزین رو گرون کنه، از این جیب ما ورداره که بدیم برای بنزین گرونتر، بعد خودش بیاد بکنه تو این جیب دیگه ما. آره، اینو برای مردم توضیح بدید. ببینین، ما یک بنزین 1000 تومانی داشتیم، یک ارزش 5000 تومانی به این بنزین مصرفی خودمون داریم میدیم، چون اگر زیاد داشته باشیم میتونیم با 5000 تومان بفروشیمش، کم داشته باشیم باید با 5000 تومان بخریمش، و هر دوتا اینا متعلق به مردمه، چه اون درآمد چه این هزینه. الان میگیم خب این اختلاف 4000 تومان رو نمیخوایم از مردم بگیریم، میگیم چجوری توزیعش کنیم بین مردم. سه تا مدل برای توزیع وجود داره. یکی اینه که به هر کس بیشتر داره و ثروتمندتره بیشتر بدیم. بله. به هر کس فقیرتره کمتر بدیم. یکی اینه که به همه مساوی بدیم، و یکی هم اینه که به افرادی که ضعیفتر هستن و آسیب پذیرتر هستن بیشتر بدیم، به ثروتمندا کمتر بدیم. وضع موجود چیه؟ وضع موجود هر کس که ثروتمندتره مصرف بیشتری از بنزین داره، بنابراین سهم بیشتری از این اختلاف ارزش 4000 تومانی داره برداشت میکنه، نصیب خودش میکنه. درسته. و هرچیه که از سطوح درآمدی میایم پایین تر، دهک های پایین تر درآمدی جامعه سهم کمتری از این درآمد دارن. این وضعیت موجودمونه. آیا این عادلانه است؟ طبعا نه، نیست. اگر بیایم این 4000 تومان رو از همه بگیریم و به همه سهم مساوی بدیم، میشه چیزی مثل همون نظام توزیع یارانه 45500 تومانی که از اول بین همه تقسیم شد. بله. این قطعا از روش اول عادلانه تره، ولی نسبت به روش سوم کمتر عدالت توش هست. عادلانه تر این هست که ما به افرادی که ضعیف‌تر هستن یارانه بیشتری بدیم. اون ثروتمند که داره. این کاری که دارن داره انجام میشه همینه. یک نظام باز توزیع درآمده. چجوری این باز توزیع درآمد انجام میشه؟ اینجوری هست که خب یک کف 60 لیتر به ماشین‌های شخصی به همه میدیم، هر کس که داره. مازاد اون را داریم با قیمت بالاتری میفروشیم. خب ثروتمندایی که مصرف بالاتری از این بنزین دارن پول بیشتری پرداخت میکنن. بعد اون یارانه میاد با اون نسبتهایی که معرفی شده به مردم پرداخت میشه. بله. حالا کسانی که در دهکهای پایین درآمدی هستن، وضعیت اقتصادی ضعیفی دارن، اینجا درآمد نصیبشون میشه. ما توی آمارا که نگاه کردیم، مثلا دهک اول، دوم، سوم، حتی تا دهک ششم و هفتم، درسته، تا دهک ششم و هفتم متوسط مصرفشون از همین 60 لیتری که داده شده بیشتر نیست. بنابراین مثبت خواهند بود، یعنی اضافه رفاه خواهند داشت. بله، من یه مثال اتفاقا عددی هم حساب کردم، خوبه الان بگم بینندگانم ببینن. ببین مثلا یه خانواده 4 نفره در نظر بگیرین که یه خودرو داره. بله.
این خانواده الان طبق فرمولی که دولت داده 172,000 تومان ماهانه یارانه میگیره. 60 لیتر هم سهمیه بنزین به خاطر اون یه خودروش میگیره. خب اگر مصرف این خانوار 60 لیتر باشه، بابت این 60 لیتر چون 1500 تومان پرداخت میکنه هر لیترش، 30,000 تومان نسبت به چند روز قبل هزینه بیشتری بابت اون 500 بله. تومان بله. ولی از اونور 172,000 تومان میگیره، پس خالص 142,000 تومان به نفعش میشه. اگر مصرف این خانوار به 100 لیتر برسه که رقم بالاییه، در اون صورت 30,000 تومان به خاطر اختلاف اون 60 لیتر میده، 80,000 تومان اختلاف اون 40 لیتر مابقیشو میده، 110,000 تومان هزینه اضافه تری میده، در عوضش 172,000 تومان میگیره، پس 62,000 تومان باز به نفعشه. شاید بهتر بود که اول این پرداخت رو انجام میدادن چون مردم اینجوری قشنگتر هست. حالا ما این فرمولش داریم میگیم آره. حالا ببینید اگه مثلا این خانوار مصرفش به 150 لیتر برسه، که واقعا دیگه اگه خانواری 150 لیتر مصرف کرد جزء ثروتمنداست، ولی اگه 150 لیتر هم باشه 30,000 تومان باز به خاطر 60 لیترش، اون 90 لیتر دیگه 180,000 تومان هزینش میشه، اینجا مثلا ترازش منفی میشه. چقدر؟ 38,000 تومان. یعنی یک خانوار 4 نفره ای که 150 لیتر بنزین در ماه مصرف میکنه با یه خودرو، 38,000 تومان کلا به هزینه اش اضافه شده. یه الگو سازی هم داره، این در واقع هدایت میکنه مردم رو به سمت اینکه، یعنی ما داریم هم هدف بازتوزیعی داریم که به نفع فقرا رفتار بکنیم، حواسمون باشه نصف جامعه ما خودرو ندارند و سرشماری نشون میده بله. کمتر از نصف جامعه ما خودرو دارن و این رفاه ناعادلانه ای که ما در اختیار فقط خودرودارها بذاریم اون یکی ها محروم باشن. و در این حال وقتی قیمت رو میبری، اون کاری که برای جامعه مضره، یعنی ایجاد ترافیک و آلودگی، رو یه جوری داری تنبیه میکنی و کمک میکنی که مصرف ما از این 100 میلیون لیتر در روز بیشتر نشه، که گفتیم اگر بیشتر بشه ما باید سالانه چند میلیارد دلار از ثروت کشورمون رو صرف یه کار آلاینده بکنیم. بله بله. که اصلا مسئله من آقای دکتر سرزنیم، الان سوال این هستش که خانواده هایی که قرار هست انتخاب بشن برای دریافت حالا این پرداخت نقدی به چه صورت هست؟ آیا وزارت رفاه به تفکیک دهک های درآمدی جمعیت رو تونسته آنالیز کنه؟ بله. سال هاست که تو وزارت رفاه پایگاه رفاه ایرانیان ایجاد شده. در طول زمان خب پایگاه داده‌های مختلفی به اون وصل شد و شکر خدا اون چیزی که من شنیدم، اطلاعات بانکی هم در چند نوبت اضافه شد و با سامانه وزارت اقتصاد یادم هستش که دنبال ارتباطش بودن و این سامانه تا حد خوبی میتونه تخمین بزنه درآمدهای افراد رو و خطای پایینی داره. حتی بیاین بدبینانه فکر کنیم، فرض بکنیم این سامانه روی شناسایی تک تک فقرا مشکل داشته باشه، ولی شناسایی ثروتمندا که کار ساده ایه. شناسایی فقرا سخت معمودن، شناسایی اغنیا چون دارایی بیشتر دارن، زمین دارن، چند تا خونه دارن، چند تا ماشین دارن، ماشینای لوکس دارن، خب شرکت دارن، سفرهای خارجی زیاد میرن میان. بنابراین شناسایی ثروتمندا لااقل با خطای بسیار کمتری رو میده. پس دیگه از این بابت مشکلی نیست و ما به نظر من با اطمینان خوبی میتونیم بگیم که ثروتمندا رو با خطای تقریبا ناچیزی میتونیم شناسایی بکنیم، اونا رو حذف بکنیم. ضمن اینکه در صحبت‌های رئیس جمهور محترم امروز بود که بعد از تعیین این 60 میلیون نفر اگر افرادی اعتقاد دارن بله. که در واقع مشمول باید میشدن، میتونن اعتراض بکنن، بررسی میشه و اونها میتونن اضافه بشن. حالا یه سوال دیگه ای در ذهن مردم هست. ببینید آقای دکتر دهخان، مسئله اینجاست که ما وقتی که قیمت بنزین رو علی‌رغم محاسنی که گفتیم افزایش میدیم، عملاً ناکارآمدی خودروسازان داخلی در تولید خودروی کم مصرف رو انتقال دادیم به مصرف کننده و هیچ این وسط خودروساز مسئولیت انگار نداره. همینجوری شما بخواین حساب بکنید، بنزینی که 1,000 تومان بود برای خودروی داخلی که من مثلا استفاده میکنم 2,000 تومان تموم میشد، چون در هر 100 تا نسبت به مشابه خارجیش دو برابر تقریبا مصرف میکنه. برای این چه پاسخی دارید؟ اتفاقا من فکر میکنم برعکس اینا باید در نظر بگیریم، یعنی بنزین ارزان
یارانه و حمایت از خودروی ناکار آمده. ببینید وقتی که بنزین گرونتر میشه به بله. طور طبیعی مردم علاقمند میشن به استفاده از خودروهایی که مصرف کمتری دارن، حالا یا نمونه خارجیش یا در داخلی ها هم اون دسته از خودروهایی که مصرف کمتری دارن. بنابراین خودروسازها هم تشویق خواهند شد که تکنولوژی خودشون رو ارتقا بدن، خودروهایی تولید بکنن که مصرف کمتری داشته باشن، اینجوری میتونن با قیمت بهتری به مردم بفروشن. والا تجربه نشون داده خودروسازا هیچ وقت تشویق نمیشن. ما یه سیاست بدی رو از گذشته دنبال کردیم، تعرفه بالای خودرو، بنزین ارزون. ای کاش برعکس بود، بنزین گرون، تعرفه پایین. خب این مدل هم رقابت رو تو صنعت خودرومون بیشتر میکرد، هم آلایندگی رو کم میکردش و هم تردد بیشتر رو مانع میشد. یعنی این کارکرد رو قیمت بلد. داره بلد. و متاسفانه این رو راه برعکس رفتیم. حالا از بین وضع مطلوب همطور که آقای دکتر میگن، منطقه با وضع موجود مقایسه بکنیم، بالاخره خودروی کم مصرفتر با تکنولوژی بهتر در بنزین 1500 و 3000 تومان مطلوب تره تا با بنزین 1000 تومان. آره ولی وقتی بنزین 1000 تومانه برای شما مهم نیست که مثلا خودروتون در 100 کیلومتر 6 لیتر مصرف میکنه یا 12 لیتر، هزینه‌اش براتون قابل بله. توجه نیست. درسته. ولی وقتی قیمت بره بالا و اون مازادش هم با نرخ بالاتری باشه، قطعا براتون اهمیت پیدا میکنه. ولی من حالا با توجه به تجربه‌ای که از خودروسازا دارم، حالا اون بحث جداییه، ان شاء الله خودروسازا سرشون باشه که یه خودرویی به مردم بدن که الان که یک اصلاحی در قیمت بنزین انجام شده دیگه اجحاف مضاعف به مصرف کننده نباشه. بعد خب بریم سراغ یک بحث مقدار کلانتر. ببینید ما الان این بحث حالا اصلاح قیمت بنزین رو اگر ما در یک اصلاح ساختار کلانتر نبینیم، آیا به اهدافی که حالا تا الان هم راجع بهش صحبت کردیم خواهیم رسید؟ طبیعتاً نه، ما باید یه بسته سیاستی داشته باشیم که اینم یک جزءش باشه. یک جزءش طبیعتاً باید کنترل هزینه دولت باشه. بالاخره شما باید ساختار دولت رو اصلاح بکنید، هزینه‌هاش رو کنترل بکنید و تا دچار کسری بودجه نشید، تا مجبور نشید اون کسری بودجه رو یا به شکل تورم به مردم تحمیل بکنید یا به شکل تحمیل هزینه های خدمات دولتی. خب این بخشش هست. بخشش این نظام مالیاتیمون رو باید اصلاح بکنیم. من ایدئالم این هستش که هیچ کس معافیت مالیاتی نداشته باشه، ولی همه مالیات بدن، ولی کسایی که میدونیم در ماشین که بگیم شما نیم درصد بده، یک درصد ضروری بازی کنیم بله. بجن که معافیت بدیم، معافیت رو حذف بکنیم از جامعه، فرهنگ مالیات معافیت مالیاتی رو حذف بکنیم، همه یاد بگیریم صورت مالی شفاف داشته باشیم، به این سمت حرکت بکنیم و همه مشارکت بکنیم در هزینه کشور. درست. اون وقت چون داریم پول میدیم، حساب کشی هم حق داریم بکنیم، به حکومت باید حق داریم بگیم تو باید هزینات رو ریز به ما بگی، چرا دستگاه چقدر دارن حقوق میدن، چقدر خرج سفرهای خارجیشون میشه، چقدر خرج امور اداریشون میشه. خب مردم که مالیات میدن حق حساب کشی از دولت هم دارن. انگلیسی میگن نو تکسیشن نو پارتیسیپیشن، یعنی کسی میتونه مشارکت کنه که مالیات داده. خب. و اگه مالیات ندی حق مشارکت در اداره کشور نداری. و اصلا تاریخ مشروطیت تو انگلستان و بعدش توی فرانسه از همین بود که مردم گفتن حالا که ما داریم مالیات میدیم حقم داریم قدرت محدود بکنیم، حقم داریم حساب کشی بکنیم، حقم داریم شفافیت بخوایم. برای این واقعا باید این پکیج رو با هم دید، هم اصلاحات اقتصادی میخوایم هم اصلاحات حکمرانی میخوایم. بله بله. نمیشه فقط یه چیز رو بچسبیم اون رو یعنی طلب نکنیم. آقای دکتر دهقان، مثلا الان تو خود بودجه اگر ما سراغ اصلاح ساختار یارانه ها نریم، اصلا اصلاح ساختار خود بودجه رو دنبال نکنیم و یا اگر نظام قیمت گذاریمون رو درست نکنیم، به نظر میرسه که باز چند سال دیگه میگذره، یک تورم هایی به همین نرخ 1503 تومن میخوره، باز با باید همین داستان رو تکرار بکنیم. بله قطعا همینطور. اگر ما بتونیم اصلاحات رو در بخش های دیگه و به صورت تدریجی ادامه بدیم، کمک میکنه به این که در مسیر رشد کشورمون حرکت بکنیم. ببینین اون چیزی که الان اتفاق افتاده در واقع یک قطعه کوچیک از مجموعه تغییراتیه که باید اتفاق بیفته.
ما توی حمایت‌های یارانه‌ای که دولت داره انجام میده که رقمش بسیار قابل توجه هست و یا داره از منابع زیرزمینیمون، انرژی خودمون که متعلق به همه مردم هست، یا از محل مالیات که متعلق به خود مردم هست تامین مالی میشه، بنزین کمتر از 10% اونهاست. یعنی چیزی بالغ بر 1000 میلیارد تومان برآورد میشه اون ارزشی که در واقع میشد از این منابع به دست آورد و داریم الان توزیعش میکنیم و متعلق به مردم هم هست. نمیخوایم اونا بگیریم، منتها میگیم که این به شکل عادلانه تر و بهتری توزیع بشه. خود مردم واقعا ترجیح میدن که ما این یارانه ها رو مصرف بکنیم یا مثلا به سرمایه گذاری تبدیل بشه، به ایجاد اشتغال برای فرزندان این مملکت تبدیل بشه، یا اینکه تبدیل بشه به آلودگی محیط زیست و دود و آلودگی که همه ما را اذیت میکنه. قطعا ترجیح مردم هم این هست که این به سمت بهتری هدایت بشه، ولی ما هم در دولت به عنوان سیاست گذار این ملاحظه را داریم که باید این اصلاحات به شکلی باشه که فشار به مردم وارد نشه، در شرایطی که میدونیم فشار اقتصادی الان فشار قابل توجهیه به دلیل مسائل ناشی از تحریم و خروج آمریکا از برجام و اتفاقاتی که افتاده، مردم زیر فشار اقتصادی سنگینی هستن. بنابراین تلاش در این جهت هست که این اصلاحات به نحوی باشه که با کمترین تحمیل فشار و به شکلی که اتفاقا کمک بکنه به اقشار آسیب پذیر، بله، به طبقات درآمدی پایین. ما یک جامعه و یک ملتیم، باید با هم حرکت کنیم، باید با هم پیش بریم، باید دست اون ضعفا رو بگیریم. چه اشکالی داره که این یارانه ای که داره الان به ثروتمندها بیشتر میرسه کمتر برسه تا بتونیم بیشتر به فقرا بدیم، بیشتر به طبقات درآمدی پایین و متوسط بدیم؟ درسته. این مطمئنن خواست مردمم جز این نخواهد. آقای دکتر سرزنگ، تأثیر همین حالا سیاست اخیر بر شاخص‌های کلانتر اقتصاد چیه؟ در کوتاه مدت میتونید صحبت کنید، در میان مدت و بلند مدت هم. من بعید میدونم که تأثیر جدی روی شاخص داشته باشه. تورم من واقعا فکر میکنم 4-4.5 حتی اکثر اینقدر اثر داشته باشه. روی رشد اقتصادی تو کوتاه مدت اثری نمیذاره، روی اشتغال هم اثری نمیذاره، ولی تو بلند مدت مردم رو سوق میده، خلاقیت جوان ها، شرکت دانش بنیان که از این اپلیکیشن ها مردم به جای تردد تو شهر نیازشون رو برطرف کنه. یعنی یه انگیزه میشه وقتی هزینه همراه بیشتر میشه، جوان ها خلاق هستن. فکر کنم چیزی میشه کار مردم رو راحت تر کرد با این اپا، با این برنامه. حالا یه نکته که ایشون گفت، من معمولا تو طول روز یکی دو بار گم میشم، یعنی از این اپا استفاده نمی کنم و بعد میبینین مسیری که 20 دقیقه‌ای میتونستم برسم شاید 1 ساعت و نیم 2 ساعت طول میکشه. خب حالا که قیمت بنزین بالاتر شده حتما باید استفاده بکنم، من... هم تو وقت خودم هم توی هزینه خودم. خب مثلا من هم چند وقت پیش بود شنیدم توی خبرها و گزارششم خوندم که مثلا تامین اجتماعی تدابیر دیدی که افراد کمتر لازم بشه مراجعه بکنن. خب روزانه میلیون ها نفر دارن به مراکز تامین اجتماعی مراجعه میکنن. خب وقتی هزینه زیاد باشه انگیزه برای این کار بیشتر است، فشار برای اینکه سرعت پیدا بکنه، مراجعات رو غیر حضوری بکنیم، اینترنتی بکنیم، اینها خب سرعت پیدا میکنه. بله یک کسب کار جدید شد. بله به نظر دولت هم باید روی این قضیه فشار بیشتری وارد بکنه که سریعتر مراجعات حضوری کم بشه. آقای دکتر دهخان، دولت آیا واقعا هیچ در واقع چشم داشتی به این منابعی که از قبل افزایش قیمت بنزین به دست میاد نداره؟ نه، همونطور که خدمتتون عرض کردم، حتی بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها طبق قانون دولت میتونست 20% از این افزایش قیمت رو برای جبران هزینه های خودش برداشت بکنه، ولی حتی این رو هم دولت نخواست و در اون ستادی که در واقع برای هماهنگی سران قوا بود، به خصوص با تاکیدات شخص آقای رئیس جمهور، قرار شد که همه این افزایش قیمت به شکل این یارانه بین مردم توزیع بشه. بنابراین نه تنها دولت در این قضیه نفعی نمیبره، بلکه هزینه های دولت که ناشی از این افزایش قیمت سوخت هستم از هیچ محلی جبران نشده و در واقع باید دولت خودش جبران بکنه. آخه این به هر حال این هم جزو حالا ذهنیتی بود که شاید برخی از افراد داشته باشن که حالا دولت چون شرایط رو حالا احساس میکنن که شاید خوب نباشه، هی گفته میشه فروش نفت ما محدودتر شده، بعضی ها اینجوری تحلیل میکنن که دولت حالا میخواد برای خودش. من فراتر از این فکر میکنم، من میگم اگر میکردم بد نبود.
چرا؟ چون وقتی دولت کسری بودجه پیدا میکنه به جامعه تورم تزریق میکنه و اون تورمی که ایجاد میشه بار بزرگترش رو دهکای فقیره. بله. خب ما فرض بکنید این کار داره بار رو خودرودارها میذاره که 5 درک بالا هستن. اون مدل حتی اگر میکرد دولت که تعهد کرده نکنه، حتی اگر میکرد باعث میشد که اون بار نیفته رو دوش فقرا. درسته، توجه میکنم. من نظر کارشناسا این تو این زمینه هم بوده به هر حال، ولی شاید دولت بتونه با مثلا کاهش هزینه های خودش این هزینه ها رو جبران بکنه که انشالله به کسری بودجه هم اضافه نشه و فشار تورم ایجاد نکنه. حالا انشالله ما تو فصل بودجه های دکتر دهقان، های دکتر سرزمین، ما باید تو فصل بودجه اینجا برای مردم بیشتر توضیح بدیم که یعنی در واقع تمام تمرکز باید بره سمت کسری بودجه. اون حساسیتی که مردم باید پیدا بکنن باید بره روی دخل و خرج خود دولت، که این کسری بودجه ارتباط خیلی مستقیمی با تورم و کاهش قدرت خرید من و شما داره. انشالله تو اون فصل بودجه این رو باز خواهیم کرد. حالا شاید به عنوان آخرین مطلبی که میخوام بپرسم این هستش که ببینید آیه دکتر سرزمین، من خب خودتونم میدونید که در قانون هدف من کردن یارانه ها، در حداقل دو تا از برنامه های توسعه، در قوانین بودجه سنواتی همیشه بحث اصلاح ساخت قیمت حامل های انرژی بوده، انجام نشده نشده نشده، حالا الان شده. به نظر شما میتونست خیلی قبل از اینها انجام بشه؟ بله، واقعیت این استش که یه سنتی قبلا بود تو دهه 70 تا اواسط دهه 80 که هر سال بنزین افزایش پیدا میکرد. مثلا میگم سال 79، سال 81، 83، 86 و قبل از اون 69، 77، 78، 80، 82. یعنی ما یه سنتی قبلا داشتیم، هر سال تو قانون بودجه تدریجی زیاد میشد. حالا بحث بود تو مجلس 20% باشه، 11% باشه، گاهی وقت کمتر میشد، بیشتر میشد. از مجلس هفتم یهو تثبیت شدیم و اون نظم به هم خورد و جامعه به ثباتش عادت کرد. بالاخره تو دولت آقای احمد نژاد یه همتی شد، اون رویه عوض شد، یه پرداخت یارانه نقدی شروع شد و قیمت‌ها شروع کرد بالا رفتن. متاسفانه دولت جدید وقتی اومد این کار رو ادامه نداد، بخشی به خاطر فضای منفی بود که درست شد که دادن یارانه گداپروری هستش، تنبل پروری هست و این تفکراتی که متاسفانه بعضی روشنفکرها، بعضی نخبگان به غلط تو جامعه ما ترویج کردن و دولت رو باز داشتن. و متاسفانه همزمان سیاستمدار ما اکراه داشت از اقدام نسبت به این مسئله، نخبگان ما حمایت نمی کردن، جامعه ما هم همیشه نگران بوده. جمع اینها باعث شد کار به اینجا برسه. یه درس داره آیه، ما فقط وقتمون تمام شده آیه دکتر، با عرض معذرت. حالا شاید تو جنبندیتون یه جمله فقط به عنوان جنبندی ادامه این نکته در واقع این 23 باید تحویل بدیم. بسیار خب، فقط عرض بکنم که یک مرحله در سال 93 دولت این کار کرد، قیمت بنزین افزایش داد. بعد از اون با توجه به نرخ ارزی که حدود 3200 تا 3600 تومان بود و قیمت‌های فوب خلیج فارس که یه مقطعی هم پایین بود، بله، اصلا اختلاف اونقدر قابل توجه نبود که این افزایش اتفاق بیفته. بعد از جهش ارزی این اختلاف قابل توجه درسته. شد و الان خوشبختانه داره این کار انجام میشه. انشالله در سال‌های بعد این حرکت به صورت تدریجی ادامه پیدا بکنه که بله، ما به قیمت بله، واقعی برسیم. شاید دیگه یک جمله کار درست رو اگر انجام ندیم بعداً با هزینه بیشتر سخت‌تر باید انجام بدیم و اگر الان نکنیم آینده باز هم سخت‌تر خواهد بود، پس الان انجام بدیم. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. دیگه با جنبندی آقای دکتر سرزمین من هم برنامه رو به پایان میبرم. از توجه شما سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.